خب در چند برنامه هفته های گذشته به نکاتی پرداختم که پرسش های فراوانی و از سوی همیهنان به دنبال داشته. برنامه هفته گذشته من بانی این شده است که نامه ها و ایمیل های فراوانی را از شما در پشتیبانی از سخنانم دریافت کنم و همچنین یکی دو نامه بسیار تند و پرخاشگر و پرسش جویانه داشتم که به اونها میخواهم اندکی پاسخ بدهم، یعنی در واقع اونها رو بهانه‌ای بکنم برای پرداختن به نکته‌ای که در اندیشه داشته و دارم. همیهنی برای من از آذربایجان نوشتن، البته این رو من میگویم هیچ آگاهی ندارم که به راستی ایشان در آذربایجان هستن یا نیستن، این گونه که خودشان گفتن که شما در سخنان خودتون اشاره کردی به هولناک بودن جنگ دینی، جنگ مذهبی، و گفتید که این جنگ مذهبی میتواند پرگرفتاری تر از جنگ هایی باشد که بر سر مرز ها میان مردم در میگیرد، و اشاره کردید که شاید جنگ ملی کمتر ویرانساز و ویرانگر باشد. البته من چنین نگفتم. یکی از ویژگی های این جنگ دینی در خاورمیانه این است که با جنگ ها و یا با گرایش ها و گرفتاری های قومی هم در هم آمیخته. مثلا در سوریه گرفتاری تنها میان شیعه و سنی نیست، بلکه گروه علویان که رهبر اونها امروز خانواده اسد هستند، خانواده اسدی که اصلا پایبند آیین شیعی نیست، ولی این گروه علویان که شیعی مذهب هستند، نه شیعه دوازده امامی ولی شیعی مذهب هستند، اینها یک گروه قومی ایلی هم به شمار می آیند، یعنی یک گروه ویژه دارای امتیاز در سوریه هستند که جز علویان دیگران اهل سنت هستند. در واقع در سوریه ما با سه جریان روبرو هستیم: علویان، کردها و مردم دیگر سوریه که بیشتر به آیین اهل سنت، چند آیین اهل سنت وفادارند و البته دیگر آیین هایی که در اونجا وجود دارد، و این جنگ دینی صورت قومی سرزمینی هم یافته و تنها جنگ دینی نیست، سرریز شده به سرزمین های دیگر. ترکیه یکی از هراس های دولت ترکیه که همدین است با کردهای سوریه در این است که اگر کردها یک واحد مستقل در اونجا ایجاد بکنند شاید سرریز شود به کردهای ترکیه. بنابراین موضوع پیچیده تر از این است. اشاره من در این بود که در جنگ هایی که بر سر آب و خاک به وجود می آید، از آنجایی که دست کم مسائل ایمانی درگیر نیست، چون اگر به ایمان تبدیل بشود، به ایمان کور، به پان تبدیل بشود، به پان ترکیزم و پان ایرانیزم و پان عربیزم، به خونریزی تقریبا شبیه به خونریزی دینی تبدیل خواهد شد، و یا اگر تبدیل بشود به یک برداشت نژاد پرستانه مانند نازیسم به برتری ملت آلمان، دیگر بحث سرزمینی نیست. من اشاره‌ای که داشتم همیهن گرامی در این زمینه بود که وقتی گرفتاری مرزی میان چند کشور به وجود می آید یا به خاک یک کشور تجاوز می شود، مردم دارای این حق هستند که از خاک خودشون دفاع بکنند، پشتیبانی بکنند، و سرانجام هم این نوع جنگ های مرزی و میهنی و سرزمینی می تواند بر پای مذاکرات حل بشود. اما گونه که بارها میان ایران و عثمانی مذاکره شد، روزها بیش از 50 بار به خاک ایران تجاوز کردند، بارها مذاکره شد و سرانجام هم ایران در دو جنگ بزرگ اول و دوم دورهای فتحعلی‌شاه به روزها باخت و بخشهای بزرگی از خاک ایران جدا شد و در پایان گفتگو و مذاکره شد و پیمان ترکمنچای مرزهای ایران رو تعیین کرد. در مورد دیگر کشورها این گونه است. اما جنگ ایمانی مذاکره شدنی نیست. شما نمی توانید بر پایه مذاکره و گفتگو میان اهل سنت و شیعیان متعصب، هر دو سو دارای پیورزی و تعصب، قبول کنید که خیر، اختلاف خانوادگی بوده، عموزادگان با یکدیگر دعوا داشتند و نباید این رو تبدیل به جنگ ایمانی کرد، ولی این تبدیل شده به جنگ ایمانی و پایانی هم بر اون نیست. تنها راه در این است که
در این نوع کشورها حکومت قانون و حکومت سکولار پذیرفته بشود و جنگ ایمانی به جنگ سخن، به گفتگو تبدیل بشود. درگیری هایی که می توانند افراد از راه کتاب و نوشتار با یکدیگر داشته باشند تا به قول معروف میگویند قیام قیامت، همچنان شیعیان می توانند بگویند که حق با علی ابن ابی طالب بوده و اهل سنت بگویند که خیر هر چهار خلیفه بر حق هستند. این دعوایی است که می توان ادامه پیدا بکنه، ولی این اگر تبدیل به یک جنگ شد، به یک جریان درگیری خاندانی شد، جریان سرزمینی شد و مردم به جان هم افتادند، یک گرفتاری نسلی است که به این سادگی پایان نخواهد پذیرفت. دوست دیگری در همین زمینه نوشتند که آقای امینی، شما به ویژه در ارتباط با بحث‌های من پیرامون آذربایجان و زبان و غیره گفتند که شما خیلی به افراد می‌روید. ما مردم آذربایجان این عبارت ایشان رو که خیلی تند هست نمی‌خوانم. گفتند که ما مردم آذربایجان همواره از سرزمین خودمون پاسداری کردیم، پاسداران حتی مرزهای ایران هم بودیم، هیچگاه زیر بار عوام فریبی نرفتیم و عوام فریبی در میان ما نمیتواند پایه پیدا کند. بنابراین اینجا و اونجا اگر کسانی پیدا میشوند و سخنان عامیانه مطرح میکنند، این رو بهش بهایی ندید. دوست گرامی، چنین نیست. عوام فریبی میتواند پایگاه گسترده اجتماعی پیدا کند. جمهوری اسلامی بر در پناه عوام فریبی بر ایران چیره شد و ارزش‌های بسیار بسیار واپسمانده رو بر ایران چیره کرد. میخواهید به عوام فریبی در تاریخ آذربایجان اشاره کنم؟ چون من بر روی پژوهشگر تاریخ هستم، اجازه بدهید که برنامه امروز رو با اینکه من برنامه دیگری به نام برگی از تاریخ با دوست گرامی هم آقای حسینی مهری دارم، در اینجا هم با برگی از تاریخ این برنامه رو به پایان برسانم. در سال 1827 خورشیدی، ببخشید 1827 میلادی، سال 1206 خورشیدی، آتش جنگ دوم میان ایران و روس در دوران پادشاهی فتحعلی شاه زبانه کشید. در اون دوران بیشتر دولت مداران ایران، بیشتر نخبگان سیاسی ایران از جمله نایب السلطنه عباس میرزا و وزیر او قائم مقام، فرزند میرزا عیسی‌خان قائم مقام بزرگ و خیلی های دیگر بر این باور بودند که ایران نباید وارد جنگ با روس ها بشود. خود روس ها هم چون در جنگ با ناپلئون در و انگلستان درگیر بودند، نمیخواستند که به جنگ تازه‌ای بپردازند. به ویژه با انگلستان درگیر بودند و میخواستند که شاید به گونه‌ای با ایران صلح کنند، دست کم برای مدتی. آمدند آخوندهای برجسته اون زمان به پیشوایی دو نفر، آخوندی به نام سید محمد مجاهد اصفهانی که در نجف زندگی میکرد و آخوند دیگری که در کاشان میزیست به نام ملا احمد نراقی. این دو نفر فتوا دادند و نزدیک به 90 نفر آخوندهای دیگر هم از این فتوا پشتیبانی کردند و فتوا دادند به جنگ به کافران. و حتی این محمد مجاهد اعلام کرد که اگر فتحعلی شاه هم این جنگ رو نپذیره، خود او در پیشاپیش سپاه ایران به جنگ با کفار روس خواهد رفت. یکی از کسانی که در این فتوا شرکت کرد و با شور و شوق و آتش بسیار اعلام جنگ به روس ها کرد و فتوا داد و خود او هم به جبهه رفت، آخوندی بود به نام میرفتاح در تبریز. این میرفتاح مشتهد تبریزی فرزند جانشین حاجی میرزا یوسف مجتهد از بزرگترین روحانیان شیعه تبریز بود. هنگامی که پدر مرد و او جوان بود، به جانشینی او بر کرسی اجتهاد تبریز نشست و فتوا داد به جنگ با روس ها. چند ماه پس از این فتوا، هنگامی که روس ها بخشی از سپاه روس از عرص گذشت، این میرفتاح و دیگر سران دینی تبریز به فکر همکاری با روس ها افتادند. اجازه بدهید که این رو از یکی از نوشته های خودم بخوانم. این رو جهانگیر میرزا دربارش نوشته: جوان و سرشار و محرور بود،
و اهل تبریز کمال اعتقاد ارادت که به پدرش داشتند به او گردیده و او نیز از جوانی و غرور ادعای بزرگ داشت. این میر فتاح آمد و نامه نوشت به پاسکوویچ، جنرال پاسکوویچ و جنرال آرستوف، دو جنرال برجسته سپاه روس، و از اونها خواست که از پیرامون مرند سپاه بفرستند به سوی تبریز و پیمان بست با اونها که تبریز رو به اونها تحویل خواهد داد. همون میر فتاحی که فتوای جنگ با روس‌ها رو داده بود و حالا اشاره خواهم کرد به جنبه عوام فریبی و اینکه مردم هم با او همراه شدند، مادر فتحعلی شاه پول کلانی جمع کرد، مهمانی داد و در این مهمانی این پول رو به عنوان وام به این میر فتاح دادن که مبادا با روس‌ها همکاری کنه. پول رو خورد و همچنان به روس‌ها نامه نوشت که به طرف تبریز حمله کنند و به اونها وعده داد که اگر به سوی تبریز بیایند او تبریز رو پشتیبانی آنها برخواهد انگیخت و چنین هم کرد. اجازه بدهید که این رو از روضة الصفای ناصری برای شما بخوانم، دیگه از اسناد اون دور است. آقا میر فتاح از تسلیم و تمکین روسیه سخن راند از روسیه و عموم شهر را با خود مطابق و موافق کرد و سپس می افزاید که وقتی که سپاهیان روس به دروازه های تبریز رسیدند، آقا میر فتاح مذکور با کل اهالی مردم رو برانگیخت. کل اهالی، چون اینها رفتن منبر علیه قاجار سخن گفتن، قاجاری که خود اونها هم از خاندان ترک تبار بودند، علیه قاجار سخن گفتن به سود روسیه، همین آدمی که فتوا داده بود و همین مردمی که عوام به طور کلی برانگیخته شدند. این دوست گرامی که میگویند مردم نمیتوانند به این آسانی فریب بخورند، حالا میگن مردم آذربایجان، مردم با مردم تفاوتی ندارند، مردم فریب میخورند، عوام فریب میخورند و عوام فریبی یکی از واژه‌های پذیرفته شده در فرهنگ ماست. آقا میر فتاح از تسلیم و تمکین از روسیه سخن راند و عموم اهالی شهر را با خود مطابق و موافق کرد و میگوید آقا میر فتاح مذکور با کل اهالی شهر به دروازه کجیل آمده حکم به گشادن دروازه کرد. دروازه را فرو شکستند و توپچی از بام دروازه به زیر افکندند. توپچی که بنا بود از تبریز، از سرزمین مادری خود دفاع بکنه، او را از بام زمین انداختند و کشتند برای روسا. آقا میر فتاح و عموم اعیان شهر به نزد آرستوف رفته استدعای قدوم او را به شهر نمودند. در برخی از اسناد آمده حتی گاو گوسفند مقابل سربازان روس قربانی کردند و در برخی از اسناد آمده این آقای میر فتاح نماز خواند برای سردار روس و مردم پشت او نماز خواندند. چرا این رو مطرح میکنن؟ چون پس از اینکه روس‌ها ایران رو ترک کردند، این میر فتاح ایران رو ترک کرد، فرار کرد از تبریز، رفت به یروان یا ایروان. در اونجا ضمن این که رهبر دین بود، قناری هم پرورش میداد. فرزندان همین میر فتاح، نوادگانش، وقتی در به تبریز بازگشته بودند، در ماجرای وبای بزرگ تبریز در دورانی که زندیاد احمد کسروی 10-12 ساله بوده، شاید هم اندکی بیشتر، 4 سال پیش از فرمان مشروطه، در وبای بزرگ تبریز که روزی 150-200 نفر کشته میشد، نوادگان همین میر فتاحی که تبریز رو به روس‌ها تحویل داده بود، سوار بر یکی از نوادگان رو سوار بر قاتل کرده بودند، دور شهر می‌گرداندند تا او در واقع وبای مردم رو شفا بدهد و مردم نزع می‌کردند، به پای او می‌افتادند تا اینکه خود او هم به وبا درگذشت. تازه مردم بیشتر از این او رو بزرگ کردند و گفتند که این نظر کرده بوده، برای ما رفته، در راه وبا کشته شده، در راه ما به وبا کشته شده. عوام فریبی در میان مردم نادان دارای پایگاه بسیار برجسته و توانایی است. این بهایی نباید داد به اینکه مردم به طور گسترده چه میاندیشند. مردم میتوانند فریب بخورند و در درازای تاریخ فریب خوردند، رفتن شهر تبریز رو تحویل دادند و پس از اون جنایاتی که روس‌ها در تبریز کردن، نوادگان همون آدم رو به عنوان یک شخصیت برجسته برای شفای وبا بر قاتل نشانده بودن. پس دوست گرامی،
مسئله سخن من این نبوده که مردم آذربایجان یا مردم تهران یا مردم کاشان از یکدیگر جدا هستند. فریفتن مردم در همه سرزمین ها وجود داره، در پیشرفته ترین سرزمین ها هم. باید بیدار بود و بیداراندیشی و آشنایی با اندیشه های نو رو به مردم شناساند و از فریفته شدن مردم جلوگیری کرد. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.